سلام های گرم و مسیحایی کلیسای از آمریکا خانواده خداوند را بپذیرید. آمین که امروز با کلام خداوند بیشتر قلب ما پیوند پیدا کنه. آمین. قبل از همه چیز که بریم کلام خدا را بشنویم، عزیزان این دو سرود آخره که ما اینجا شنیدیم، اولا که سرود آخری که آزادم آزادم، بله؟ ولی من فکر میکنم که آزادی رو ما از کجا به دست آوردیم؟ چطور میتونیم در این آزادی باشیم؟ سرود قبلش چی بود؟ ملاقات. اگر ما در ملاقات با عیسی مسیح هستیم و میمانیم، در ملاقات با خداوند خود ما هستیم، در این ارتباط تنگاتنگ ثانیه و ثانیه زندگی مطمئنم آزاد هم هستیم. آمین. پس همه چیز ارتباط به یک نام داره، با نام عزیزه عیسی مسیح. عزیزان یکی دو روز آخر تصمیم گرفتیم با کلام خداوند اینجا صحبت بکنم، چون پاستور عزیز و خانوشان در سفر خدمتی هستن و طبق نوبت بگویم که خداوند فیض بخشید یک بار دیگر در من نالایق این امکانات فراهم ساخت تا در اینجا در حضور شما باشم و یک بار دیگر از کلام خدا با هم بخوانم، چون کلام از خدا زنده است. مطمئنم که توجه شما نه به من بلکه به کلام خدا باشد. آمین. چیزی که خدا سو ما اینجا میدیم که مدت زیادی است که خداوند فیض بخشیده و ما با تلویزیون ICNET، تلویزیون جهانی است، خدا را شکر اینجا خدمت میکنم. پنجشنبه یک برنامه داریم و هم قریب در دوم نوامبر در امید خداوند یک برنامه دیگر طریق است از کانال سبسکرایب شروع شده، کانال اینستاگرام و یوتیوب و فیسبوک لایف بر این ساعت روزای چهارشنبه، ولی پنجشنبه باز برنامه سلام افغانستان است. برها منظور از این حرف از این مقدمه چی بود؟ چون در این مدت که برنامه سلام افغانستان شروع شده، من روزانه پیام های زیاد میگیرم از هموطنان عزیز و از دوستان ایرانی، از نقطه مختلف این دنیا، از گوشه و کنار دنیا، چی از وطن، چی از خارج از وطن، از داخل دنیا. و جالب اینجاست که بدون اغراق 90% از پیام ها جوانان هستند و اکثرا هم چون اگر یا صدایشون مشخص میشه، ما سرسفیده ها کنم صدایمون فرق داره با شما جوانه بوده میشستن، یا اینست که در پروفایل اکسایی که دارن وقتی که از طریق فیسبوک یا اینستاگرام پیام میفرستن اکسایشون هست، از طریق اکسایشون متوجه میشن که اینا جوان هستن. پس ما وقتی این موضوع دعا کردم و خداوند مستقیما روی موضوع جوانان برای من پیام داد که امروز میخوایم با هم صحبت بکنیم. صحبت امروز ما بیشتر توجه ما به طرف جوانان است و چون خودم در سن سال جوانی بودم یک زمان، حالا به سوی 50 سالی رفتم، خدا رو شکر ولی جوان بودم. پس جوانان امروز فکر میکنم که خداوند با شما آیات بسیار زیبایی در کلام خدا که داره، شاید دیر شده نخواندین، یک مدت میشه اگر دیر کردین که نخواندین برگردین دوباره این آیات رو یک بار دیگه مرور بکنین که شما جوانان خداوند دوست دارد. گرچه ما در هیاهوی این دنیا، در آشفتگی های این دنیا قرار داریم، سختی ها و خصوصا این پیامت ها و پیشامت هایی که در این چند زمان آخر در ایران اتفاق افتیده، میبینیم چطور جوانان عزیز پرپر شد و چطور این مشکلات ها و درد سرها برای جوانان خوستن و میدونم در افغانستان برای جوانان ما هم هست. از وقت تقریبا 45 سال است که مشکلات جریان داره، ولی ایران یک مدت کوتاه است که دعا میکنیم خداوند آخرش باشه و آخرش هم هست، مطمئن داریم آخر است. اجازه بدیم که دشمن آخری زورش رو بزنه، آخری قدرتاش انجام بده، ولی عیسی مسیح پیروز نهایی است. آمین. عیسی مسیح پیروز نهایی است. کلام خدا میگه که دلاوران خسته میشه، از پا میفته، جوانان خسته میشه، جوانان خسته میشه، دلاوران از پای میفته، شیران گرسنه میشن، ولی خدا را شکر آنانی که با خداوند امید دارن، آنانه که اطمینان به عیسی مسیح دارن، آنانه که با عیسی مسیح ملاقات دارن، خسته نمیشن، از پادر نمیاد. کتاب اینجا
اشعیا باب 40 آیه 30. دلاور مردان قهرمانان در آخر از ضعیف میشن، ولی کلام خدا در اختیارش هست. ولی بخاطر این دوستان عزیز که کلام خدا میشه برای ما در اقتدار خودش امیدواری میده. پیام امروز شاید اینجا دستانم مشکل اینترنت داره، امروز من مسائل تکنیک، این بار صحبتی که میکنم امید دار به خدا هم، چون ما دیگر راه دیگه نداریم، امکان دیگه نداریم که در او امید ما داشته باشیم، پشتیبانی نداریم، امکان دیگه نیست که ما با اتکا بکنیم با جز از عیسی مسیح. بیاید این فرق در ایمانداران به عیسی مسیح و اونایی که در مسیح نیستن میبینیم، اونایی که خارج از بدن مسیح زندگی میکنن. چقدر نامیدی در مردم است و چقدر امید پرجلال در مانیتوس به عنوان فرزند آسمان. به خاطر چی؟ به خاطر که عیسی مسیح به خاطر مانیتو آمد زمین، نه اینکه به خاطر اونا نیامده، ولی خوشا به حال آنهایی که با فقر روحانی شن برسن، پی ببرن، آشنا شن، مراجعه بکنن و این جهان هستی را از خودشان بکنن. و قطعه آخر ایزم در امسان به اینان آنقدر جدی است، آنقدر مهم بوده و فکر میکرم که اینان به علت نیست، حتما علت قلیل داره که کل جهان را به شور آورده. این تظاهرات که ما میبینیم در سراسر دنیا به خاطر جوانان ایران و مشکلی که خب گفتم در افغانستان زیاد است، ولی متاسفانه این نه آخرینش که امیدوارم آخرینش باشه، یکی از آنها، یکی از آنها، توجه هستیم چی میگم، یکی از هزاران همین آموزشگاه کاج در کابل که این دختران هنب جوان ما محصا همینی که چند سال شد یا جوانان دیگه در طول این سالها در وطن ما رفتن بد برشون برحال اینا همش اخبار ناخوشایند است که ما از میدیا میبینیم. فیسبوک باز میکنیم، یوتیوب باز میکنیم، اخبار تلویزیون روشن میکنیم. آیا اخبار خوش میشنیم؟ آیا حرف نمیشنیم؟ سخن نمیشنیم که دل ما شاد شود؟ من مدت هاست که در ابتدای صحبت اینا را میگم، ولی حیف که نباید گفته شود، ولی مجبور باید گفته، چون این شرایط آمده. اما خبر خوش، اما خبر خوش داره میزن. خبر خوش چی است؟ عیسی مسیح زنده است. آمین. عیسی مسیح بر میگرده. عیسی مسیح بر نگرده ایزا. آمدن عیسی مسیح نزدیک است. بذار که دشمن زورش رو بزن، آخری قدرتش رو خرج بده، ولی عیسی مسیح پیروز نهایی است. عیسی مسیح بر نگرده. کتاب متا باب 24 این وقایع که امروز پیش آمده و پیش میاد، عیسی مسیح برای من تو آگاهیش از قبل داده بود و در آخر گفته که من بر میگردم. دل قوی دار. در دنیا برای تو زحمت بسیار است، اما دل قوی من بر همه هم پیروز شدم عیسی مسیح نگه. کتاب متا اینجا نداریم، آیات یاداره، خدا رو شکر. عیسی مسیح در کتاب متا باب 24 تا 13 من امروز تصمیم گرفتم که از کتاب انجیل مقدس ترجمه تلیف برای شما بخونم. خدا رو شکر که به زبانهای مختلف افغانستان انجیل در حال چاپ شدن است. چند وقت پیش هم 3-4 هفته پیش من قاتل بودم در کنفرانس خادمین افغان که بنده افتخار از یادان دارم جمع باشم. ما کنفرانس داشتیم قبل از وایت اینا در پرانتیز خدمت شما میگم به من خوش خبری دیگر که در جمع خادمینی که بودیم، ما یک کنفرانس دیگه هم داشتیم در 3 روز آخر و او در رابطه با انتشار آخرین چاپ کتاب مقدس عتیق و جدید به زبان دری و زبان پشتوکی که زبان های افغانستان است. یک تیم است در آمریکا این کار شروع کردن، مدت هاست و میخوان که به آخر برسنن. از تیم خادمینی که در اونجا بوده اونا خواستم که نظر بپرسم در رابطه با جملات و جمله بندی و آیات اینا.
بعد حال خدا رو شکر ما میخوایم روز از انجیل دلی بخوان گرچه اینجا با ترجمه هزار نو نوشته شده ولی در حال کلام خدا کلام خدا است. عیسی جواب داد احتیاط کنید که کسی شما را گمراه نسازد زیرا بسیار بنا من خواهد آمد و خواهند گفت من مسیح هستم و بسیاری را گمراه خواهند کرد. زمان می آید که شما صدای جنگ ها را از نزدیک و اخبار مفقود و جنگ ها را در جاهای دور باید شنید. صدای جنگ ها را جای دور و نزدیک باید شنید و ما شاید شنیدن این اخبار هستیم چی در اوکراین، چی در افغانستان، چی در کشورهای مختلف دنیا. زمان می آید که شما صدای جنگ ها را از نزدیک و اخبار مفقود و جنگ در جاهای دور را خواهید شنید. ترسان نشوید، این هم امیدواری از عیسی مسیح برای من تو. ترسان نشوید چون این وقایع باید رخ دهد اما پایان کار هنوز نرسیده است. زیرا قومی با قومی دیگر و حکومت با حکومت دیگر جنگ خواهد کرد و قحطی ها و زلزله ها در همه جا پدید خواهد آمد. این ها همه مثال آغاز درد زه هست یا درد زایمان است. در آن وقت شما را برای شکنجه و کشتن تسلیم خواهد نمود و تمام جهانیان به خاطر ایمانی که با من دارید از شما نفرت خواهند داشت. یک آیه بیگر میخوام انبیای دروغین زیاد برخواهند خواست و بسیاری را گمراه خواهند نمود و ما میبینیم که در دنیا امروز ایزان خصا در وطن ما شما چقدر انبیای دروغین وجود دارد، چقدر باورهای زمینی که نه به خدا ارتباط داره و نه از خداست وجود دارد. من امروز میخوام به صراحت بسیار جملات را که سالها نگفته بودم و امروز به خود اجازه بدم این حرف را بزنم از آنک از میدیا میشنمید. این حقیقت جامعه ماست، این حقیقت زمین است، این چیزی است که جریان داره در اینجا. کلام خدا ما مردم سرادون نمی کنم، کلام خدا حقیقت فنهان نمی کنم، کلام خدا آن چیزی که حقیقت الهیت بر من تو واضح میگه. اگر انبیای دروغین امروز نمی بود کلام خدا هزاران سال پیش در موردش صحبت نمی کرد. پس این حقیقت است که باید گفت. گرچه شاید انتقاد بکنن که میخوان که خدای نخواسته به احترامی بکنن با باورهای مردم، این به احترامی نیست. ما حقیقت اجتماع خود ما را میبینیم در زمین چی جریان داره به نام دین و مذهب خدا. حالا انبیای دروغین زیاد بد هم خواست و بسیاری را گمراه خواهند نمود و شرارت به قدر زیاد میشود که محبت آدمیان نسبت به همدیگر سرد خواهند شد. اما هر کس که آخر پایدار بماند نجات خواهد یافت. هر کس که آخر بماند. امروز بیاییم با خود فکر بکنیم که آیا تا آخر میمانیم؟ تا آخر هستیم؟ جوان، من در اول گفتم طرف صحبت من رو شما بیشتر هستیم، همه به هم هست برای بیشتر جوان ها. من در بخاطر وقایع آخری که بیشتر به حوجش رسیده فکر میکردم، دعا میکردم، مانند همه ما شما دعا میکنیم و از خدا زیاد سوالات کردیم. چهار وقت پیش در رابطه با کرونا همه ما سوال میکردیم از خدا که خداوند آیا واقعا این باید میشد که همه انسان جانش از دست میداد بر روی زمین؟ حالا دوباره دعا میکردیم به حضور خدا میکردیم خداوند واقعا باید جنگ ها باشد؟ ولی عیسی مسیح چی گفت؟ اینا هست و خاطر که آمدن عیسی مسیح است، نه اینکه جنگ و اتفاقات به خاطر آمدن عیسی مسیح است، بلکه به خاطر این است که عیسی مسیح آنها را چی بکنه؟ تمام بکنه. آمدن عیسی مسیح تمام میکنه. در توان دعایی که به حضور خدا میکردم خدا بر من یک چیز گفت. بله جنگ هست در اوکراین، اتفاقات دیگه گفت ولی رای حلش از من تو ایماندار به عیسی مسیح، از من تو جوانی که نیرو داره و انرژی داره دعا هست که در حضور خدا با دعا بیسته و اینه در حضور خدا بره تا خدا دست به کار شد تا خدا عمل بکنه. عزیزان عزیزان مطمئن باشه که تا دعای ما در حضور خدا مستجاب نشه این کارا ادامه داره. این خداست که میتونه تغییر بیاره و هیچ چیز به جز از دعا در دعای مرد عادل قدرت بسیار است. این دعا است که انجام میده.
خداوند در تمام روز در تمام دعا من بر من نشان داد که اینا اوکی تظاهرات میشه. ما دیدیم که در 23 ما بود فکر کنم که همه در برین جمع شده بشه 80,000 ایرانی جمع شده در نقاط مختلف دنیا و افغانستان تظاهرات کردن جمع شده. این تظاهرات بوده برای در این تظاهرات ایزان باز ما میخوام برای ایزان که در این اجتماعات ها اشتراک کردن هم مسیحان بودن هم هم غیر مسیحان بودن. آنهایی که غیر مسیحی بودن چی گفتن؟ آنهایی که مسیحی بودن چی گفتن؟ ما مسیحان فقط دعا کردیم در حضور خدا رفتیم. ما چند روز پیش چند هفته پیش از پاستور عزیز پیام شنیدیم که شعار ما تظاهرات ما جنگ ما نه با اشعار رکیک و فرستادن مرگ و لعنت است بلکه با چی؟ با دعا در حضور خدا. هر چیز می کنید دعا از خدا بتر کلام خدا بر ما تعلیم می دهید. پس ما می تانیم که اینا را در حضور خدا با دعا بیاریم و نه با دادن اشعار یا سردادن اشعار و صحبت ها و حرف های رکیکی که من شما نشد گفتنش لازم نیست. کلام خدا برای من تو تعلیم داده عزیز من که ما برای دشمنان خود دعای خیر آنان که برای ما جفا میرسانند دعای خیر بکنید. داریم این اینجوری مهتا برای من تو عیسی مسیح تعلیم دادی پس چطور میتونم که ما مرد و لعنت بفرستیم؟ مسیحیان این کار رو نمیتونم. چرا در تظاهرات همه اشرا کردن و جوانان هم بیشتر بودن؟ چون ضربه بیشتر جوانان کردن نمیخوند. پس اگر توجه بکنیم به تمام این عذاب و دولت هایی که وجود در عذاب سیاسی و دولت ها یک حکومت میره حکومت بعد نه یک حزب سیاسی میره یک حزب سیاسی دیگه به جایش میره و تمام این دولت ها دولت مردان عذاب سیاسی خصوصا در وطن ما که سرها رقم حزب سیاسی وجود داره و رهبرهای گوناگون و باورهای گوناگون و همه وعده صلح و آرامش دادن همه داد میزنه فریاد میزنه که ما کشور شکوفا میکنیم بازسازی میکنیم این میکنیم و آن میکنیم ملت و مردم در آرامش میریم. آیا واقعا عمل شده؟ آیا اگر شعارهای اونا و صحبتهای اونا و وعده های اونا عمل شده بود پس یه اتفاقات چرا در وطن ما؟ چرا در دنیا هست؟ در تمام کشورها همه دولت ها در تمام کشورهای شعارشان است که ما مردم خود ما را در آرامش میاریم. بله کلام خدا در امثال سلیمان میگه زمان رعیت در آرامش می باشد که پادشاه از حکمت خدا برخوردار باشد با ترس خدا حکومت داری بکنه ملت در آرامش. ولی متاسفانه میبینیم که اینا نیست یک حکومت میده یک حکومت دیگه میده. آیا این شعار دادن ها و تظاهرات و نمیدونم راهپیمایی ها و اینا صلح و آرامش حقیقیه که نیاز انسان یا اگر در یک ملت است برای مردم است برای بشر است اینا را آورده یا میتونه بیاره اینا؟ ما را راهپیمایی میکنیم از یک شعار دیگه از یک شعار بشر دیگه میریم اوکی کار بد نیست من اشبی نیست دیگه زدش نیست اما حقیقتا اینها صلح و آرامش دنیا را برای ما خب فکر میکنیم ما تظاهرات کردیم دولت تغییر کرد یک دولت ادغام آمد باز آیا شما تجربه نشان داده در طول تاریخ که دولت مردان همیشه اولین کار میکنن خودشان کار برش میکنن خانوادهشان امر با حقیقت است اینا چیزی که ما دیدیم ایزان اینا هیچ کدام نمیتونه که اون صلح و آرامش را که احتیاج مردم است بیاره. پس خیلی رای حل چی است؟ رای حل چی است؟ عیسی مسیح. عیسی مسیح. جوان عیسی مسیح است. حکومت ها مردم و دولت مردان قدرت مندان بسیار وعده دادن. برای جوان ها بسیار وعده دادن. اما بیاید برای یک وعده دیگه ما توجه بکنیم. یک وعده که نزد انسان بلکه از آسمان است. کتاب انجیل یوحنا باب 14 عیسی مسیح چی میگه در آیه 27؟ سلامتی میده برای شما. سلامتی که من میدم برای شما. آمین. پس این آرامش و سلامتی را کی وعده داد؟ عیسی مسیح. و کی عمل کرد؟ عیسی مسیح. عیسی مسیح
چی از پادشاه؟ کدام پادشاه؟ پادشاه پادشاهان. عیسی مسیح برای من تو این وعده داد. یا در باب 16:33 چی میگه؟ در دنیا برای شما زحمت و هر دود، اما دل قوی دارید. دل قوی دارید. امیدوار باش، مطمئن باش، اطمینان داشته باش. دل قوی باشه. چرا؟ چون این روح خداست که من تو نه تنها تسلی میده برای لحظه، بعد قوت میده. در سختی ها، در مشکلات، در درد ها. و این پیروزی و آرامش اصلا را فقط و فقط و فقط و فقط میتونیم در عیسی مسیح داشته باشیم. جوانان عزیز، جوانانی که قشر بسیار مهم جامعه هستند، جوانان از زیباترین قشر جامعه هستند. چرا؟ تمام کشور ارتباط با جوانانش داره. آینده کشور جوانان میسازند. درست؟ شما جوانان هستید که آینده ساز کشور هستید. شما جوانان هستید که نیرو و انرژی و قوت داره. شما هستید که میسازید. مغز جوان زود دریافت میکنه، زود میگیره، زود اختراع میکنه، زود عمل میکنه، زود انجام میده، با شوق میکنه، با علاقه، با انرژی، با قوت جوانان این کار میکنه. شما یک پیرمرد در راه روان بکنه، در کنارش یک جوان، کدام زود راه میره؟ کدام زود بیشتر دریافت میکنه؟ جوان. پس اینا همش کلام خدا برای شما جوانان است که عیسی مسیح را وعده داده که این سبب آرامش فقط عیسی مسیح. اما دوستان عزیز، جوانان گرامی، خوب متوجه باشید، دنیا برای شما وعده داده است. دنیا برای شما میخواهد خیلی چیزا وعده بده، و دنیا از فریب شیطان اطاعت میکنه. حاکم بر این دنیا شریر است، و شریر میخواهد که خواهش نفس تو را و خواهش جسم تو را به سوی اهداف خودش بکشه. و هدفه که شیطان داره، خوب میدانه که چی هست، خوب میدانه که شریف چی میخواه، و نتیجهش هم میبینه چقدر جوانان معتاد است. ما شما در مرکز شهر داریم، در جوانان آیا 90-95% از معتادین جوانان نیستن؟ چند نفر در ایتالیا و یونان بودیم؟ میبینید، دیدن خیابانهای یونان که پر از جوانان است، بسه مهاجرین معتاد شدن در باغ ها، چه بگیرن در پارک ها و در خیابان ها افتادن. اینا کی هست؟ اینا به خاطر چی به مواد مخدر رو یاد بودن؟ که آرامش پیدا بکنن، فراموش بکنن درد ها و سختی هایی که دولت مردها برشان آوردن. چون جوانان مهاجر شدن از کشور آمدن، من هم وقتی مهاجر شدم از کشور خیلی جوان بود. من 32 سال پیش از افغانستان آمده بیرون. 32 سال پیش نسبت به آلا خیلی چند بود. و شما این زن می نشسته. شریف می خواهد استعداد توانایی تره، نیرو تره، انرژی تره، و تمام در قوتی که داری چی بکنن؟ حتی تصمیمگیری که بر زندگی داری او را بیاره بر نیستی و نابودی بکشن. جوانا، شریف شیطان از احساسات تو استفاده میکنه، از سوی استفاده میکنه. من صورت رو زیادتر اینجا چون جوان ها بیشتر اینجا نشستم، اقتدار کمتر جوان هست. کاش که جوان ها یک طرف هم هم یک طرف نگاه میکنم. بعد هم خدا رو شکر بزنم. خارم آگه اینجا شما جا خواهر هست، میکنم جوان هست، با ما همه ما جوان هست. ما غم روزگار میکنم ما یک کامل چیز کرده. در قلب جوان هست. خدا رو شکر که در عیسی مسیح 24 ساله است. 24 ساله بهترین سن است. خدا رو شکر میکنم که در این خانواده تولد شده. کلیسای فامیگا، کلیسای محلی هامبورگ سالها پیش از این قبل سال 98 حامله بود. یا پسر را در بطنش پرورش میداد. و سال 98 بود که اون طفل به دنیا آمد. در کونیکسبرگ اشتغازنه، اسمش یک فراموشنه، همونجا به خواهد مارگیت کونیکسبرگ اشتغازنه در مانسپیگ. برای اولین بار وارد کلیسای افامیگا شد. و در اولین روز خدا من رمز کرد، در اولین روز گریه کردم، در اولین روز سرود پدر جان محبت تو اونقدر عظیم است ندانم من رمز کرد، و تا به امروز اینجا هستم.
و لطف خداوند و محبت ها و عشق و محبت شما عزیزانی که با هم بودیم به سال ها فرازنش های زیاد داشتیم، کمی زیادی های زیاد داشتیم ولی بودیم. خدا را شکر میکنم که من بسیار سو از عزیزان یاد گرفتیم. اونجا در اون زمان جوانان بسیار زیاد هم بود، خدا را شکر، و با هم بودیم، جشن ها داشتیم و نشست ها داشتیم. سه شنبه های درس الفا کورس داشتیم، اخوی هم سه شنبه ها بود. این زمان ما بعض اوقات در اینجا ده دقیق از عرصش بیشتر میشه یا از کلام خسته میشه. در روز ما بیش از دو ساعت سه ساعت تنها دعا داشتیم. پاسه وقتی گیتار رو برمی داشته که اتاق کنجه سالون اتاق بود، اتاق سه شنبه اونجا جلسه چیز داشتیم الفا کورس اقتویان و دعا و پرستش. بیش از دو ساعت تنها فقط ما پرستش میکردیم میستاریم. برها موضوع رو میخواییم دوشیم. بر جوانان شدید شیطان گفتم از احساسات شما استفاده میکنم. وقتی ما میبینیم در این تظاهرات و در این راپای میان جوانان چقدر احساسات های معمل میکنن، حتی این احساسات جوانان در ایران هم جوانان رو کشتن. چقدر زیرکانه شدید شیطان عمل میکنن و ما زیرکی که عیسی مسیح در بیابان در انجیل لوقا میخوانه وقتی که عیسی مسیح گفت به این نام بگو سنگ شود، بسیار زیرکانه میخواست از کلام خدا استفاده بکنه. اگر پسر خدا هستی از بالا خودت رو پرت بکنه. با ما زیرکی میخوایم امروز جوانان به خاطر علی دولت و کشورش به کار بگیره. اجازه ندید که دشمن شریر از احساسات شما به کار بگیره استفاده بکنه و شما رو به قدسوی نابودی و ناکامی بکشن. باز هم خبر خوش دارم بر شما هست. این خبر خوش نه از ما بلکه از کلام خداست. کتاب غلاطیان باب پنج آیه اول چقدر زیبا میگه عیسی مسیح ما را آزاد کرد. برای چی آزاد کرد؟ برای آزادی آزاد کرد. برای کدام آزادی آزاد کرد؟ برای آزادی که ما در خداوند آزاد باشیم، در راه مشروع، در راه زندگی مقدس و پاک، در راه ایزان که آرزوهایی که داریم خداوند ما را کمک بکنه و او برسیم و بعد چیزهای دیگه که اگر بخواهیم روی آزادیهایی در مسیح از مسیح روحانی صحبت کنیم شاید دو ساعت دیگه اینجا باشه، ولی فقط در یک دیگه من شما را از شهید و شیطان و بانه ها و ایده های شهید شیطان آزاد کرد، از زندان گناه آزاد کرد تا آزادی در حضور او داشته باشیم و در حضور خدا باشه. و این آزادی را کی ما را آزاد کرد؟ عیسی مسیح. و چگونه آزاد کرد؟ انجیل یوحنا باب 8 آیه 36 میگه هر کی را پسر آزاد کنه است حقیقتا آزاد است. ما دیگر هیچ راهی آزادی نداریم بجز از عیسی مسیح. جوانان هیچ راهی دیگه نیست. آزادی این دنیا لذت گذرا داره ولی لذت سماوی را عیسی مسیح فرزند داره که در حقیقتا آزاد خواهید بود. پس این آزادی را بیان از عیسی مسیح که حقیقتا آزادی سماوی است این داشته باشید. جوانان شما مهمترین قشر جامعه هست. گفتم آینده سازان این جامعه قوت و آزادی تا از عیسی مسیح دریافت. در اجتماع، در جامعه یا در کشور سه قشر بسیار مهم است. کدام؟ کودکان، جوانان و پیران. درست ما دیگر بیشتر از این نداریم. کودکان هم مشغول بازی کودکانه خودش. پیران هم خوبه دورش از آن گذشتر حالا حوصله زیاد دارد. پس کی جامعه را بسازد؟ جوانان. جوانان است که می سازد. جوانان هستند که آینده سازان کشور هستند. و می دانید خدا برای شما چی گفته؟ گفته شریر شیطان از احساسات شما، از انرژی شما، از استعداد شما، از توانی شما سوء استفاده می کند. اما کلام خدا برای تو چی می ما میخوام که چند تا جوانی رو بلند بخوانم از امید حسین جان بخوانم رو بلند. پس اگر پسرش پس اگر پسر شما را آزاد کنم به راستی آزاد خواهید بود. آمین. بله. آیه بعد آیه بعدی نداری؟ من خودم بخوانم. کتاب مزمور 105 صد و سه آیه 5 جان تو را از نعمت‌های خود سیر می‌گردد تا مثل عقاب پرواز بکنی.
کی عیسی مسیح را آزاد شد؟ مزمور 103 آیه 5. حسین دوباره برام که جان تو را به چیزهای نیکو سیر می کند تا همچون آقا جوانی تو تازه شد. آمین. آیه بعد یک آیه دیگه هم داره ایده کی می خوانه؟ یکی از جوانان بخوانه عوض نشده؟ کتاب اول تسالونیکیان باب 4 آیه 12 را بگذار اونجاست؟ کی می خوانه؟ یک جوان بخوانه بخوان، بلند بخوانه مگوزا هیچ کس تو را به سبب جوانی هم تغییر شمارد بلکه در گفتار و کردار و محبت و ایمان و پاکی همه مؤمنان را سرمنش باش. آمین. آمین. جوانان از پیران از گذشتهانشان یاد میگیرند. آینده سازان از سال بعدیشان هستند. پس این جوانان از کی سرمنش بگیرند؟ از مؤمنان. ولی چطور میتونم بیکار موفق شدم؟ وقتی که به اینجا برسم که بله من جوانی هستم که خدا من در خود داشته و خدا من حقیر نمیشمارم از مور سلسه و از نعمتهای خود من برخوردار میکنم پس من اجازه نمیدونم کسی من حقیر بشمارد، خوار بشمارد جوانم، تو میتونی این روز برای تو بگویی با افتخار با افتخار بگویی من کسی نمیتونه هیچ شیطان شیطان به هیچ هیله و نیرنگش نمیتونه من حقیر بشماره مثل عقاب پرواز میکنم چرا؟ چون خداوند تو عیسی مسیح چون پسر را آزاد کرد چون عیسی مسیح را آزاد کرده پس هیچ چیز نمیتونه چقدر زیباست دوستان عزیز وقتی که ما در اجتماع در جامعه در شهر و بازار راه میریم در سنترها در سنترومها بعض در مترو در اسفان و بان اینجا هستیم وقتی جوانان میره چقدر لذت میبریم من از این خانه ما یک سنتر رو مثال بزرگ است هر از باید اگر چیز لازم داره موجه میره داخل بیشتر اینجا جوانان هستن و با دیدن جوانان آدم لذت میبره چرا؟ با دو دلیل اول اینکه اکثر جوانان فقط طرف دنبال آیفون 14 و 13 میدن اونا دستشان هست و سرگرم بهترین اپ ها میگردن و جایی باشان دانلود بکنن لباس های شیک پاک مدرن میشینن دخترها میشن همشان مدرن شیک همشان میخندن شاد و با هم لذت میبرن از زندگی ولی اکثرا کسایی که سنش بالاتر است یا بچه هست او با آنی آسفانی هم بس اینجا میگه مثل اصلا مشغول کارهای خودشان یا با خانوادهشان صحبت میکنن مشغول بچه ولی جوانان همشان سرشار از عشق سرشار از شادی و اونا چی میکنن؟ شیک میکنن این لذت داره واقعا لذت داره بازم تکرار میکنم جوانانه که اگر به این موضوع توجه کردن من این چیزی نمیتونم حقیر بشم جوانان که با عیسی مسیح راه میدوید عیسی که در این کلیسا هستیم جوانان کلیسا حالا صحبت ما شما هستیم و جوانان که از میدیا میبینن و از بعد هم میبینن دوستانتان را به خواندن کلام خدا تشویق بکنیم و کلیسا آمدن تشویق بکنیم با ملاقات با خدا را تشویق بکنیم به خاطر چی؟ قبلا گفتم که شریر شیطان میخواد که از صفات جوانان استفاده بکنه و آنها را به سوی نابودی و نیستی بکشانده شما جوانان بهتر میتارید کنتک برقرار بکنید با جوانان اگر من باید مثلا با یه سن سال باید پسر جوان تو رفیق شوم دوست شوم خب بگم آقا تو مثل پدر نمیسی مثل عموی میسی ولی یک جوان با جوان بیشتر میتونه کنتک داشته باشه بنان اجازه بده که با این کار خودت شریر شیطان دستش کوتاه شود نقشش به هم بخوره و آرزوهای دزدیده شده جوانان را برگردانه با کمک یاری تو عزیز که اینجا نشستی و پیام را چقدر لذت داره زمانی که جوانان با هم جمع میشن و کنفرانس ها میرن با هم هستن چند وقت پیش سال گذشته رو فکر کنم جوانان رفتن سالیم برای کنفرانس چند روزه کلیسا چقدر لذت داشت برای تن به میشه که هزاران کنفرانس دیگه که از مسیحیان انجام میدن در کشورهای مختلف از کلیساهای مختلف اینا همگیش باعث میشه که
عشق خدا بیشتر داره. زنده باشید. به روزاتان جوان هستید. بیایید به آخر صحبت برسیم و به آخر صحبت از جوانان بیایید به طرف دولت مردان که اجازه بدن جوانان ما را آن چیزی که آرزو دارن به او برسن و این شادابی و شادی قلب جوانان را جهدیدار نسازن، خراب نکنن، اذیتشان نکنن، بذارن که در وطن ما دختران جوانان مدرسه بدن، درس بکنن، تحصیل بکنن، بذارن در ایران جوانان آن چیزی که دارن به او برسن، چون استعدادی که من در جوانان ایران میبینم واقعا در کمتر آدم ها دیدم. من یک پیام از برادر دلوین سالش میدونم، دکتر ایزین چند روز پیش صحبت کرده، گفت در ناسا که یکی از مهمترین سازمان های دنیا است، سازمان ناسا، بزرگترین سازمان دنیا که امروز هوا مریخ فتح میکنن و 40% ایرانی است و اونا که سن رفتن جوانان بودن. یکی من در اینجا در هامبورگ در منطقه نورد داشته یک مدرسه است و در اون مدرسه جوانان سن 11-12 تا از 20-22 ساله درس میخوانند. یک مدرسه با یک مکتب خصوصی است. این مدرسه نابغین است، کسایی که فقط استعدادهای خارق‌العاده دارند. شاید شما روز ندیده نمیشناسید، من داخل اینجا نفته میشناسید. تمام شاگردهای از با 50 نفر نمیرسند. بیشتر شاگردانش افغانی و ایرانی است. سه تا از معلمینش ایرانی است. و خود معلمی که دارد بسیار بچه جوان، اگر اشتباه نکنم زیر 30 سال سن دارد. و کسی هست که نابغه ها را درست می آماده می کنه برای این در. پس این حرف من مستقیم میره به دولت مردان افغانستان ایران که ببین جوانان چقدر قدرت و انرژی دارن و این قدرت انرژی را کی داده؟ خدا داده، خالق برشان داده، نه انسان. بیاین کلام خدا میگه که جوانی تو را خوار نشماره، تو به عنوان کسی که در قدرت دولت قرار داره جوانی جوان خوار نشماره. اجازه بده که در عشق و محبتی که داره، در اون شادابی که داره زندگی بکنه. هر کشور هر دولت هر مملکت زیباییش روی جوانانش است. هم طوری که یک باغ از گلهای رنگ و رنگ زیبا میشه، یک کشور هم از جوانانش زیبا و زیباتر میشه. تمام استعدادها رو جوانان دارن، خدا را شکر. باز هم تکرار میکنم، دولت مردان بیان جوانان ما رو پرپر نکنن، اجازه بدن زندگی بکنن. اشعیا باب 49 من چند تا آیه را میخوانم خدمت شما و با این صحبت ختم میکنیم. کتاب اشعیا نبی در باب 49 آیات است که اگر دولت مردان متوجه شوند مطمئن هستند که توبه میکنند و بازگشت میکنند. باب 40 آیه 8 از اشعیا نبی رو میفهمم باشه، چون میگه بعدا امروز صبح خداوند در قلبم گذاشت. خداوند میفرماید در یک وقت مساعد که روز نجات است تقاضای تو را میپذیرم، تو را پناه میدهم و از تو حمایت میکنم، توسط تو با این قوم پیمان میبندم، کشور و ایران آنها را دوباره آباد میکنم و با آنها باز میگردم. آمین. کشور و وطن و ایران من شما خداوند آباد میکنه و بر میگردن. این هشدار است یا وعده است یا حرف کلام خدا است که خدا گفته. ای دولت مردان، ای کسانی که فکر میکنیم تو ابد باقی میمانیم، اگر 45 سال از حکومتت بگذره بالاخره سرنگون میشه، هیچ دولت هیچ پادشاهی داخل نمانده. من خداوند اگر با قوم خودم پیمان میبندم، کشور و ایران آنها را دوباره آباد میکنم و با آنها باز میگردم. با اسیران میگویم که آزاد شوند و با کسانی که در تاریکی بسر میبرند میگویم که بیرون آید.
آنها را مانند گوسفندانی که در چراگاه های سرسخت میچرند از نعمت های خود برخوردار میسازند. ای آسمان ها نغمه شادمانی را سر دهید و ای زمین خوشحال باشید و ای کوها سرود خوشی را بنوازید، زیرا خداوند بر قوم رنجیده خود مهربان شده و آنها را تسلی میدهد. این تسلی کرام خدا بر افغانستان و ایران است و بر آسمان ایران و افغانستان میگه که شادی بکن، خوشحال باش ای کوها و ای سرزمین افغانستان و ایران، خوش باش و صدای خوشی برپا بکن و بنواز، زیرا خداوند بر قوم افغانستان و ایران که رنج دیده است مهربان شده و او را تسلی میدهد. آمین. و اما صهیون میگوید خداوند مرا ترک کرده و زیاد برده است. اگر عزیز کس میشنوین از اینکه دانش هستین به عنوان ایرانی و افغان یا فارسی زبان تاجیکانم حداقل زبان ما رو میفهمن، اگر در دل داری و میگی خداوند مرا ترک کرده و زیاد برده، هرگز خداوند نه ترک میکنه و نه از یاد میمه. خداوند در آیه 8 گفت که در وقت زمان مسائلش همه چیز فراهم میسازد. خداوند جواب میدهد. آیا یک مادر میتواند طفل و بچه خودش شیرخوار خودش فراموش بکند؟ آیا میتواند به کودکی که در رحم خود پرورش داده است شفقت نشان ندهد؟ باز هم ممکن است. بله مادر انسان است، شاید فراموش بکند. باز هم ممکن است مادر این کار را بکند، اما من تو را فراموش نمی‌کنم. خدا فراموش نمی‌کند. من نام تو را در تک دست خود نوشتم و از دیوارهایت محافظت میکنم. از اون قلعه ای که خداوند برای تو ساخته که دشمن برای تو چی کنم؟ عمل عبد شده نکنم. از دیوارهایت محافظت میکنم. فرزندانت به زودی میآیند تا دوباره آبادت کنم و کسانی که تو را ویران کردن از تو خارج میشوند. و به اطراف نگاه کن و ببین همه این مردمت جمع شدن و به سوی تو می آیند. به حیات خود قسم می خورم که با آنها فخر می کرد. مان که یک عروس به زیور لباس خود می گوید. متوجه شده خداوند چی می گوید؟ فرزندانت به زودی بر می گوید. شاید ما نتانیم. ولی جوانان می تانیم. شاید جوانان امروز نتانیم. ولی جوانان فردا می تانیم. ما یک چیز در عیسی مسیح داریم، امید پرجلال. چیزی که بعد از تولد کلام خدا در رومیان میگه امید نیست. امید به چیزای نادیده، هنوز به دست نیاورده، چیزی که در امیدش هستیم. پس فرزندانت به زودی میآیند تا دوباره آبادت کنند و کسانی که تو را ویران کرده از تو خارج میشن. یعنی از وطن ما کسانی که وطن هم تو را خراب کرده خارج میشن. میرن به سلام دعا میکنیم بعدشان. اگر هستن خوب باشن، اگر نیستن برن که هر جایی که میرن. اما فکر کنم در تلویزیون اخبار بسیار جالبه بود که هر کی نمیخوای بره کنه برن. امروز تمام خدا برعکس میگه، میگه اگر نمیتونی برو، اگر میتونی باش و درست باش. به اطراف نگاه کن و ببین همه مردم جمع شدن و به سوی تو می آیند. این را پیمایارت بپشند، این هزار نفر آمد و می آیند، باز می آیند و تو را بیرون می کن و ببین همه مردم جمع شدن و به سوی تو می آیند. به حیات خود قسم می خورم که به آنها فخر می کرد، منطوری که یک روز به زیبت و لباس خود فخر می کن. جاهای خراب و ویرانه هایت از مردم پر می شود و کسانی که باعث ویرانی تو شده بودند پیکار خود می روند. فرزندانت که در دوران تبعید تولد شده بودند به تو می گوید اینجا بسر بسیار ننگ است، جای فراختر برای سکونت ما بده. آن با از خود می پرسی چه کسی اینها را برای من به دنیا آورده است؟ من فرزندانم را از دست دادم و دیگر صاحب فرزندی نمیشم. بعضی از آنها که زنده ماندن اسیر و تبعید شدن و من تنها ماندم. پس اینها از کجا آمدن؟ خداوند میفرماید
دوباره خداوند میگه. من به زودی اقوام جهان را مجبور میسازم که پسرانت را در آغوش و دخترانت را به دوش گرفته و برایت بیاورند. خداوند خدا میفرماید من به زودی اقوام جهان را مجبور میسازم که پسرانت را در آغوش و دخترانت را بر دوش گرفته و برایت بیاورند. آیا کس میتواند غنیمت را از جنگ آور بگیرد و یا اسیران از دست یک حاکم ظالم نجات بدهد؟ خداوند سوال میکند. آیا کس میتواند غنیمت را از یک جنگ آور پس گیرد و یا اسیر را از دست یک حاکم ظالم نجات بدهد؟ حاکمان خیلی ظالم است. ولی خداوند جواب میدهد. این آیه آخر را میخوانیم و ختم میکنیم. خداوند جواب میدهد. خداوند در جواب می‌فرماید همین کار واقعاً رخ می‌دهد، بله اسیران از دست حاکمان ستمگر آزادی می‌یابند و دست حاکم ستمگر آزادی می‌یابند و غنیمت از جنگ عسکر فاتح را بوده می‌شود. من با دشمنانت می‌جنگم و فرزندانت را نجات می‌دهم. کار می‌کنم که دشمنانت گوشت بدن یکدیگر را بخورند و با نوشیدن خون همدیگر مست شوند. آن و همه این مردم بدانند که من خداوند هستم، خدای توانای یعقوب، نجات دهنده و حافظ شما هستم. خداوند که حافظ من توست، من تو را بر نگردم، عجبان شما را بر نگردم. منتظر باشید. اگر آیه اول پتروس باب 4 آیه 12 از آن خود بدانیم و اعتماد بکنیم باید که باید بگه جوانی تا کسی خوار نشماند، هیچ کس نمیتونه جوانی تا خوار بشماند. آیه آخر بگیم و بیان از آن دعا بکنیم. چون خداوند خدای من مددگار من است، بنابر آن اهانت آنها و من آسیب نرساند. من در برابر شکنجه ها طاقت کردم و ضعف نشان ندادم. میدانستم که مغلوب و رسوا نمیشوم، زیرا خداوند نزدیک من است و بیگناهی من را ثابت میسازد. پس چه کسی میتواند به من مجادله کند؟ دشمنان من کیستند؟ بگذارید بیایند و با من روبرو شوند. چون خداوند خدای من مددگار من است، پس چه کسی میتواند مرا متهم سازد؟ دشمنانم همگی مثل لباس کویه خورده محو و نابود میشود. ای کسانی که از خداوند میترسید و از کرام بنده او اطاعت میکنید و خداوند توکل کنید و به خدای خود اعتماد نمایید، تا راه تاریکی را که میپیمایید برایتان روشن گردد. دعا بکنیم. ایزان من نمیدم چقدر با این موضوع شما متوجه شدیم که تمام وعده‌های خداوند در این کلام برای است که ما با خداوند اعتماد بکنیم و در این شرایطی که خیلی در خصوص وطن ما شما است از این شرایط ناامید نشویم، چون کلام خدا وعده استقامت، قوت و قدرت. آمین داریم که آمین که اعتماد بکنیم که خداوند هست. آمین. باور داریم که خداوند بر میگرده. پس هوشیار باشیم، بیدار باشیم، بیستیم در دعا و منتظر باشیم و قدرت خدا و محبت خدا را دوباره ببینیم. بیستیم و دعا بکنیم. ایلان من ایمون که چند دقیقه دیگر وقت داریم و چند دقیقه دیگر وقت است، امروز به خاطر این نیم ساعت آخری که جلسه دیر شروع شد به خاطر مشکل تکنیک، ما اجازه میخواییم که چند لحظه دعا بکنیم. امروز دو تا دعا بکنیم. در این دو دعا وطن خود ما و شرایط آرام را برای وطن و وطندار ما می‌خواهیم. یک، جوانان بیاییم برای سرسفیدان و سفیدان دعا بکنیم. آیات زیاد از در امسال ما داریم، ولی وقت نیست بخونیم که چطور شما تقویت بکنیم و کمک بکنیم به پیران. برای پیران و کوانسالان آیه داریم در کلام خدا که چطور تشویق و پشتیبانی بکنیم جوانان و چطور در راه نیک هدایت بکنیم، چطور با کلام خدا اونا را تشویق بکنیم و راهنماییشان بکنیم. اونایی که سن ما بیشتر است برای جوانان دعا بکنیم. اونایی که جوان هستیم برای ما پیشرفته ها چه میگن سن بالا دعا بکنیم. آمین. خدا پی
به خداوند عیسی مسیح شاید شاهان خدایی که جسم بشری برای زمین آمدی و در تمام آلات زندگی را از نزدیک دیدی و چشیدی و لمس کردی و تجربه کردی، مانند یک کودک در بطن پرورده شدی، مانند یک کودک زاده شدی، مانند یک کودک در بازی‌های بچگانه برای زمین بودی، مانند یک جوان و نوجوانان در تعلیم از پدر در ارتباط با پدر بودی، در جوانی با عزیزانت بودی و در وقت مساعد ممکنش با شاگردان خداوند همونطور جوانت را برای ما از خداوند را عیسی مسیح. تو خدایی هستی که همه لحظات زندگی، همه آلات زندگی را تجربه کردی و از او آگاهی داری، پس ما نمیتونیم بگویم تو خدایی هستی که از هیچ چیز ما آگاهی نداری، از همه چیز ما آگاه هستی. شکر بر تو خداوند. عزیز دعای ما خداوند برای جوانان است، به عنوان کسی که حداقل چند سن از ما نسبت به اونا گذاشتن، اونا را خداوند با خون خود تقدیس بکن، پاک بکن، با قوت روح القدس محافظت بکن. پدر با آباشون مادران و پدران خداوندان را در خود داشته باشه و بگذار خداوند را که جوانان از جوانی خودشان لذت ببرن، در دستان پر مهر تو پدر پرورده شوند، در آباشون مادرانه تو لذت ببرن خداوند و آرزوهایشان بشن داده شوند. همونطور که یک جوان وارد خانه میشه و اگه مادر چی درست کردی امروز بخورم، امروز پدر با اون غذای آسمانی جوانان را سیر کن، اون آقا شما در آن خدا را دست بکش بروی جوان ها و مهر درشان بده، محبت بده. میدانم خدا من که تو همه را دوست داری و دعای ما را مشنوی و عمل میکنی. این که ما دعا بکنیم و نکنیم پدر، تو مشنوی، تو انجام میدی، تو میدانی خود چی کار بکنی، تو خدا هستی، تو عالم مهر نکنی خدا. اولا جلال برنا عزیزان جوان، از یکی دو نفر خواهش میکنم دارید از بین دعا بکنه، صدای دارم بلند بکنه، اگر آرزوی دارین از خداوند که میل از آرزویت با خداوند بیار کشور و وطن هم جوانانه دیگر هم سن سالانه در خداوند نزدیک بکن و بگذار خداوند توجهش بیشتر در اون جوان میشه، چون تو قلب یک جوان بیشتر میده، درد بیشتر از جوان و اینوان یک جوان بهتر میده. از از باش بکنم دو تا جوان، یک جوان، هر کسی خداوند قلبش میذاره کنیم دعا بکنم. همین دوی خداوند با شروع بزرگ روزی کنیم خداوند تو در کلام تا بود خداوند وقتی چند ایمان دار رو بسته در نام تو دعا بکنم خداوند من ایمان دارم که کلام تو حیرت خداوند خداوند بیا دانشگاهی در ایران و افغانستان بده، خداوند بیا نجات بده فرزندان به خدای تو گفتی فرزند گوسفندان گمشده تو مالش میگه خداوند به خداوند گوسفندان گمشده تو توی ایران و افغانستان هم دست بده، خداوند حضورت رو توی افغانستان میخوام، خداوند حضورت رو توی ایران میخوام، خداوند بیا و محبت تو اونها نشون بده خداوند در نام تو در نام در صلح آرامش خود بیار خداوند. میدارم عزیز جان
که در این حادثات و در این واقعات خداوند بسیار مردم درد دیدن خداوند را، عزیزانشان را از دست دادن، زخمی شدن، مریض شدن، ناامید شدن، افسرده شدن، برای تو دکتر و دکترها همه را خداوند را در سلامتی خود قرار دهید. تو گفتی مسیح جان که سلامتی که تو میدی دنیا نمیده و این سلامتی تو را میتربید برای مردم را برای هم بودن. صدای ما را بلند میکنید خداوند، فریاد های ما را به آسمان بلند میکنید خداوند. فریاد ما فریاد بی صدا نیست، فریاد درد و غم نیست، بلکه فریاد شادی است خداوند، فریاد آزادی است. من در تو آزادی دارم خداوند، چون تو آزادی دادی. پس مسیح جان و فراز کشور ما خداوند بخرم، آزادی که از آن توست خداوند، اون آزادی را بر وطن ما بیار. هر کی را پسر آزاد کنند حقیقتا آزاد است. پسر تو وطن ما را آزاد کرد خداوند. ما با ایمان میور داریم خداوند، باور داریم با ایمان مسیح جان که تو وطن ما را آزاد کنی، مردم ما را آزاد کنی. تو برای آزادی ما از آسمان آمدی عیسی مسیح. از خداوند دستان تو کوتاه نیست، محبت تو کم نیست خداوند، فیض تو خداوند اندک نیست خداوند. تو خدایی، خدای به انتها هستی، تو ازلی و ابدی هستی، تو بی نهایت هستی. فیض رحمت تو خداوند، حکومت تو خداوند بی نهایت، پادشاهی تو پادشاهی ابدی است. مسیح جان تو گفتی که پادشاهی تو پادشاهی انسانی و زمینی نیست، پادشاهی تو آسمانی است. تو پادشاهی آسمان خداوند آوردی و پادشاهی آسمان خداوند تا ابد است خداوند. ما با تو پادشاهی آسمان در ابد هستیم خداوند. همین پادشاهی ابدی در مسیح جان در وطن ما، در وطن دار ما خداوند ایجاد. قلب ها خداوند لمس کن خداوند، قلب های سخت، قلب های فولادی، قلب های سنگین خداوند. آنهایی که در سیاست هم، آنهایی که در دولت هم، آنهایی که در حکومت هم، آنهایی که در قدرت هم، آنهایی که در صلاحیت هم خداوند، قلب های گوشتی بده خداوند، رحم بده به جان خداوند تا در رحمانیت عمل بکنن. این کار توست سعید ما فقط دعا میکنیم، ایمان داریم تو دعای ما را میشنویم، ایمان داریم تو فریاد های ما را میشنویم خداوند. ایمان داره مسیح جان که تو خود گفتی و انجام میدی خداوند. در کلام گفتی که جوانان ما را بر میگردنی، کشور ما را آباد میکنی خداوند، و ایران ها را آباد میکنی خداوند. تو آباد میکنی مسیح جان، تو آباد میکنی، تو نهیمیا میکنی خداوند، تو استرها میکنی خداوند، تو موسا ها میکنی که قرار را بری بکنن خداوند، تو پولوس ها میکنی خداوند، و پیام خوش را بگرن خداوند. ایمان داره مسیح جان، ایمان داره که مثل ایرمیا خداوند فرزندانی دیدی که با عشق خداوند با حضور تو بیدن و دعا بکنن. ما قلبای ما رو با حضور تو خداوند فروتن میکنیم، زانوهای ما رو خم میکنیم خداوند، اما دستان ما رو با حضور تو، صداهای ما رو با حضور تو بیاریم خداوند، به وطن ما جمعنار ما رو خداوند لمس کن خداوند. بس از خداوند برگرد نسی جان، برگرد رو انجام بده خداوند. ما منتظر تو هستیم خداوند. تو گفتی که منتظران تو شرمنده نمیشن، ما شرمنده نیستیم، ما در انتظار آمدن تو هستیم. تو بر میگردی و پادشاهی ابدی را خداوند برقرار میکنی. جلال بر نام تو، جلال بر نام تو، شکر. آمین.